سرخط خبرها و مهمترین ها. سفیر قزاقستان در کابل حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی آستانه اتفاق مهم سیاسی بود. طالبان: طی یک سال گذشته بیش از 600 ساختمان را در کابل بسته کرده ایم. بریتانیا 6 میلیون پوند به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد. و خبر کمین اگنوز از جبهه مقاومت برابری احمد مسعود از مرکز کابل به دست ما رسید. مشروع خبرها. علیم خان پسین گلبدیف سفیر قزاقستان در کابل حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی آستانه و پذیرش سفیر این گروه در کشورش را دو اتفاق مهم سیاسی توصیف کرده است. احمد ضیا حافظ معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه از دیدار سفیر قزاقستان با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان خبر داده است. سفیر قزاقستان اضافه کرده است که حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی آستانه و پذیرش سفیر این گروه در کشورش دو رویداد مهم سیاسی بوده که در دوره ماموریت او در کابل رخ داده است. امیرخان متقی نیز تاکید کرده است که روابط تجاری و سیاسی میان کابل و آستانه در حال بهبود است. وزیر خارجه طالبان قزاقستان را به عنوان یک شریک مهم تجاری برای افغانستان معرفی کرده است. قزاقستان در ماه جوزای سال جاری خورشیدی نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. هدف از این اقدام را تعقید روابط تجاری با این گروه اعلام کرده است. طالبان: طی یک سال گذشته بیش از 600 ساختمان را در کابل بسته کرده. مسئولان اداره شهرداری طالبان در کابل میگویند که این اداره طی یک سال اخیر 625 ساختمان را به دلیل نداشتن فیلتر هوا بسته کرده است. آنان در برنامه حسابدهی طالبان گفتند که طی این مدت جریان فاضلاب 825 ساختمان و منازم رهایشی به دریای کابل قطع شده است. به گفته طالبان در یک سال اخیر 125.87 کیلومتر جاده عمومی و فرعی در بخش‌های مختلف شهر کابل اسفالت، کنکریت ریزی، سنگ فرش، توسعه و اعداد شده است. نصب فالسازی 5000 چراغ کنار جاده، ترمیم 9700 پایه نورپرداز در نواحی مختلف شهر کابل، نصب لوحه‌های آدرسیابی در نواحی 22 گانه و انتقال 2068 موانع از نقاط مختلف شهر از دستاوردهای دیگر این اداره در یک سال اخیر می باشد. بریتانیا 6 میلیون پوند به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 6 میلیون پوندی یعنی 7 میلیون 800 هزار دلاری بریتانیا به کشور خبر داده است. اوچا روز پنجشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که این مبلغ در جریان سال جاری و آینده میلادی به صندوق بشردوستانه افغانستان زیر سلطه طالبان کمک خواهد شد. با گفته اوچا بریتانیا در چند سال گذشته بیش از 304 میلیون پوند به افغانستان کمک کرده است. جبهه مقاومت ملی مدعی کشتن سه جنگجوی طالبان در کابل شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که در یک حمله بر طالبان در کابل سه جنگجوی این گروه را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کرده. جبهه مقاومت مدعی شده که این حمله را در روستای داوودزی ولسوالی قره‌باغ کابل انجام داده است. طالبان در این باره چیزی نگفته. جبهه مقاومت شب گذشته نیز مسئولیت کشتن دو جنگجوی طالبان را در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل بر عهده گرفته بود. گفتنی است که در روزهای اخیر حملات جبهات ضد طالبان بر مواضع طالبان در ولایت‌های مختلف افزایش یافته است. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. و اما همان پیراهن چریکین گذشته را میپوشیم. ادامه اش. آنچه در این میان به ما مرتبط است این است که عربستان که خاستگاه اصلی افکار افراطی بود و ما هم افراطیت را از این کشور برگرفتیم، پس از سپری شدن 34 سال متوجه شده که چه خطای بزرگ را از بابت در آغوش کشیدن اندیشه های افراطی دینی مرتکب گردیده و اکنون با سرعت تمام تلاش می‌ورزد به افراط زدایی بپردازد و حتی رسوبات این افکار را از بین ببرد. این در حالی است که ما هیچ وقت از تاریخ درس نمیگیریم و همان اشتباهات گذشته را تکرار میکنیم. 5 سال حاکمیت طالبان در دهه 90 کافی بود تا برای همیشه با افکار طالبانی ودا کنیم و نگذاریم بار دیگر صاحبان این افکار پوسیده بر ما حاکم شوند. اما متاسفانه چرخ روزگار به گونه چرخید که بسیار از مردم به استقبال این افکار شتافتند و در حمایت از ایدئولوژی طالبانی سینه سپر کردند. میر غلام محمد غبار به درستی گفته بود: ملت افغانستان بعد از هر غسل خون و آتش همان پیران چریکین گذشته را بتن میکند. عجیبتر این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی سعی دارند افراطگرایان را از کشور خود دور نگه دارند، ولی در عمل به نوعی از
آنجا با گروه های طالبان در تعامل و تبانی قرار دارند و در تقویت حاکمیت آن در افغانستان کوشش به خرج میدن. شاید میخواهند با این کار زباله ها و تفاله هایی را که محیط خودشان را آلوده میکند به جای دورتر انتقال دهند تا محیط زیستشان پاک و سالم باقی بماند. امارات متحده عربی که از یک سو خود را پرچمدار تساهل دینی و مدارای مذهبی در میان کشورهای اسلامی میپندارد و در این را مبالغ انگفت را سالانه هزینه میکند و نهادهای عریض طویلی را به منظور مقابله با تندروی دینی را اندازی کرده، اما از طرف دیگر از رهبران طالبان حتی آن در رهبران که در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار دارند میزبانی میکند و با آنها وارد تعاملات پیچیده سیاسی و اقتصادی میشود و در تحکیم پایه‌های حاکمیت آنها در افغانستان میکوشد. هر کشور بر اساس مصالح و منافع خود با کشورها و گروه‌های سیاسی و نظامی رابطه برقرار می‌کند. باید مخالفان طالبان این نکته را به خوبی هضم کنند که در تنظیم سیاست کشورها در قبال قضایای مختلف حقوق بشر و حقوق زنان و مسائل از این دست در اولویت قرار ندارند. مشاهده می‌کنیم که حتی همان کشورهای غربی که خود را بانیان حقوق بشر می‌دانند در تعاملشان با طالبان هم ارزش‌های حقوق بشری را از یاد می‌برند و فراموش می‌کنند که مکنون افغانستان به بزرگترین مقر گروه‌های تندرو در سطح جهان تبدیل شده است. قدرت‌های بزرگ جهان هرگاه تصمیم بگیرند و کشور حمله کنند قادرند بهانه های بسیار کوچک را بزرگ بسازند و آن را دستاویز برای اشغال دیگر کشورها قرار دهند. همین قدرت ها می توانند همه نشانه ها و قرین را نایده بگیرند. در صورتی که قصد داشته باشند با یک گروه توریستی وارد تعامل شوند و این گروه را در خدمت اهداف ژئوپلیتیک خود بگمارند. افزون بر آن شاید قدرت های منطقه‌ای و جهانی به این نتیجه رسیدند که گرد هم آمدن گروه های افراطی در افغانستان باعث می شود که برخورد با آنها در صورتی که ضرورت ایجاب کند آسان تر باشد. بعضی کشورهای منطقه دوست دارند عناصر مخرب خود را به کشورهای دیگر بفرستند تا اشر آنها در امان باشند. ولیعهد عربستان سعودی در یکی از سخنرانی آخرین مصاحبه هایش به صراحت از اسلامگران افراطی انتقاد کرده و آنان را مانع فرارای پیشرفت کشور دانسته است. او در این مصاحبه گفته است 70% جمعیت عربستان کمتر از 30 سال سن دارد. ما قرار نیست 30 سال از عمر مردم را برای مدارا با اسلامگران افراطی تلف کنیم و به نقطه امروزی برسیم. ما باید همین حال افراطگران را نابود کنیم. او افزوده که مردم عربستان خواستار زندگی معمولی و رابطه باز با دنیا هستند و رهبران عربستان آن ده اسلامگرایان را که در این زمینه مانع ایجاد کنند با قاطعیت از سر را برمی‌دارند. عربستان سعودی از زمان ولیعهد شدن بن سلمان گام‌های سوار در جهت ارائه چهره مدرن از این کشور برداشته است. بن سلمان در این مدت به قلع و قمع نهادهای برخاسته که آزادی‌های اجتماعی را محدود مردم را از برخورداری یک زندگی معمولی محروم می‌کردند، روزگار علمای مذهبی در این کشور دارای قدرت نامحدود بودند، اما اکنون نقش آنها در حد توجیهگر و خدمتگزار سیاست‌های دولت عربستان تقلیل یافته و در سیاست‌گذاری‌ها نقش ندارند. آن ده علمای مذهبی که منتقد وضع موجود هستند یا مجبورند به بیرون از عربستان فرار کنند و یا در آن زندان‌ها بپوسند. در قرن 20 میلادی مخصوصا نیمه دوم این قرن عربستان سعودی یکی از خواستگاه‌های اصلی افرادگرای دینی در جهان اسلام بود. این گزارش را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب، ویدیو را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش.